سلام به همه شما دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. ممنونم از اینکه تا به امروز همراه من بودید با ویدیوهای مختلفی که در اختیارتون قرار دادم. من در آموزش‌های گذشته در مورد روش‌های کسب درآمد با شما صحبت کردم. اخیرا یه آموزشی رو اومدم ارائه کردم در مورد اینکه شما چطور میتونید توی 3 ماه 4000 دلار درآمد داشته باشید. حالا اینکه شما 4000 دلار میتونید درآمد داشته باشید یا 1000 دلار یا حتی 40000 دلار تماما بستگی به خودتون داشت، ولی من در اون آموزش به شما گفتم که من خودم توی 4 ماه توی 3 ماه چطور تونستم 4000 خوردی دلار رو درآمد کسب بکنم. حتی بهتونم نشون دادم که دوستان این رو ببینن. یکی از مهمترین مسائلی که همه براشون سوال شده بود این بود که آقا بازاریابی شما به چه شکلی، یعنی شما چطور میتونید مشتری جذب بکنید. در این حال یه طرف مسئله این بود که افراد میپرسن میگن شما چطور میتونی جذب مشتری انجام بدی. در این حال یه عده دیگه هم هستن که میگن آقا ما برای کسب و کارمون چطور میتونیم تبلیغ بکنیم، یعنی من چطور میتونم مثلا بیام برای اینکه بتونم فروش انجام بدم توی اینستاگرام از چه راههایی میتونم استفاده بکنم. خب من در آموزش امروز میخوام این آموزش رو بهتون بدم که شما چطور اصلا میتونی توی اینستاگرام فالوورات رو زیاد بکنی و از این فالوورها کسب درآمد داشته باشی. این کسب درآمد شما هم میتونه برای بازاریابی افیلیت باشه، هم میتونه برای فروش محصول باشه، یا میتونه برای خیلی از چیزهای دیگری که مد نظرتون هست. خب همه شما حتما اینستاگرام روی موبایلتون دارید. اینستاگرام یه شبکه اجتماعی عکس محوره، همه میان از تصاویر مختلف عکس تهیه میکنن، از اتفاقات، رخدادها، مناسبتها یا هر چیزی در قالب عکس، در قالب تصویر، ویدیو میفرستن یا لایو میذارن یا میان در موردش مثلا یه توضیحاتی میگن که آقا مثلا من امروز دارم میرم این کار، یه عده‌ای میرن پشت فرمون میشن در حین رانندگی آهنگ میزنن و تصویر میگیرن و اون رو میان برای افراد به اشتراک میذارن. خب آیا از اینستاگرام برای رونق کسب و کار خودتون میاد استفاده میکنید یا نه؟ اگر الان شما جز اون افرادی باشید که براتون پول مهم باشه و میخواید پول به دست بیارید، فکر میکنم آموزش امروز بتونه کمکتون بکنه برای اینکه بتونید از طریق اینستاگرام کسب درآمد داشته باشید. اول از همه اگر اینستاگرام رو ندارید روی موبایلتون نصب کنید. من تمام توضیحاتم رو توی سایت اینستاگرام بهتون نشون میدم، چون چیز خاصی نداره، فقط گفتاریه که میخوام منتقل بکنم و بعد نحوه اینکه شما چطور میخواد نصب بکنید رو موبایلتون به خودتون مرتبط میشه. حالا چه اندروید دارید، چه iOS، اپل دارید یا هر چیزی، اون رو دست خودتونه که میتونید با هر کدوم راحت تر هستید کارتون رو استارت بزنید. قبل از هر چیزی صبر کنید، بذارید با هم دیگه اجمالا یه مروری داشته باشیم به اینکه اصلا اینستاگرام چطور میتونه به ما کمک بکنه. اصلا اینستاگرام واقعا اگر عکس محور هست، اگر فیلم محوره، اگر اینکه مخاطب باش در ارتباط میگیره و باش زندگی میکنه، چطور میتونه به جیب ما مثلا کمک بکنه؟ من چطور میتونم یه جنسی که اصلا ناشناخته هست رو بیام تبلیغ بکنم و بفروشم؟ ببینید 160 میلیون کاربر فعال توی اینستاگرام فعالن و دارن استفاده میکنن. 60 میلیارد پست عکس فقط توی اینستاگرام منتشر شده. 60 میلیارد اصلا رقم ساده ای نیست که بخواد از کنارش بگذرید. 1.2 میلیارد لایک تو هر روز دارن به عکس ها میزنن. یعنی مثلا من یه عکس گربه گذاشتم اومدن لایکش زدن، این یه دونه جز همون 1.2 میلیارد لایکی که هر روز دارن میزنن. و 55 میلیون آپلود عکس شامل حالا تصویر یا مثلا لایو یا هر چیز دیگری در روز تو اینستاگرام اضافه میشه. پس اگه هنوز از اینستاگرام برای کسب و کار خودتون استفاده نمی‌کنید، واقعا باید این سوال مطرح بشه که چرا شما این کار رو انجام نمیدید. من توی آموزشی که امروز بهتون میگم، حالا هم برای این که به دوستان جواب داده باشم، این که میگن آقا توی اینستاگرام من چطور بیام کسب و کاری رو بیام معرفی بکنم و مشتری جذب بکنم، و همین که برای اون عده دوستانی که تازه به این جمع اضافه شدن میخوام بهتون بگم که اصلا چطور شما باید فالوور جذب بکنی. مگه من چه اتفاقی برام میفته اگه قرار باشه بیام مثلا یه پیج رو بزنم و در این حال اون پیج رو بیام یه محصول رو معرفی بکنم؟ افراد چطور منو پیدا بکنن؟ چطور منو لایک کنن؟
چطور منو فالو کنن، چطور بیان ویدیوهای منو ببینن، چطور من بتونم خودمو مطرح بکنم، چطور بتونم جنسمو بفروشم و چطور بتونم به پول برسم. مهمترین بحث ما دقیقا همینه. طرف که نمیاد صلواتی بگه آقا من فقط میخوام عکس منتشر بکنم. خب اگه عکس منتشر کردن که الان هر کسی یه موبایل دستش گرفته روزی 500 تا عکس هم آپلود میکنه توی اینستاگرام و بعد میشید شما جزء همون 55 میلیون آپلود عکس دیگه هر روز دارن انجام میدن، اما اگه قرار کار متفاوتی انجام بدی و قرار از این شبکه اجتماعی پول در بیاری، مطمئنن میتونی این کار رو انجام بدی، اما راه و روش خودشو داره. شما من چند موردی که بهتون میگم رو دقت بکنید. این مواردی که بهتون خدمتتون عرض میکنم جزء مواردیه که الزاماً شما میگم الزاماً خیلی راحت میتونید ازشون نتیجه بگیرید. ببینید این که من بیام یه اکانت اینستاگرامی بسازم و بعد اون اکانت اینستاگرامی من فعال نباشه، این اصلا به هیچ عنوان به درآمدزایی من ختم نمیشه. اگه میخواد فالووراتون همیشه افزایش پیدا بکنن، باید به صورت مداوم بیاد توی اینستاگرام پست بذارید، به خصوص توی ساعتهای شلوغی که بیشتر دیده میشید. کاربرهای فعال حداقل روزی 3 تا مطلب توی این شبکه اجتماعی میان منتشر میکنن، یعنی 4 تا عکس میذاره، 3 تا عکس میذاره، روزی مثلا 3 بار میاد عکس میذاره. این باعث میشه که شما یه کاربر فعال شناخته بشی و بعد اینجوری فالوور جمع میشه سمتت، یعنی افراد علاقمندانی که به سمت شما میان تا شما رو پیگیری بکنن، ببینن واقعا شما کی هستی، چه هستی، دوباره چی میگردی، چه کاری انجام میدی، چه تخصصی داری، بیزینس چیه، برند چیه. اینها همه و همیشه برمیگرده به اکانت شما و بر اساس فعالیت شما تو ساعت‌های مختلف. حالا اینکه ساعت‌های مثلا پیک شلوغی اینستاگرام چه ساعت‌هاییه، خب این یه چیزی که تو عرف باید بگردید پیداش بکنید. اگر از آنالیتیک‌های مختلف، از آمارگیرای مختلف بخوایم مثلا بررسی بکنیم، می‌بینیم که بین ساعت 8 صبح تا 9 و نیم صبح اولین ساعتشه، بعد میره ساعت 12 ظهر تا ساعت 2 دومین زمانشه، بعد میاد ساعت 5 عصر تا 6 و نیم عصر سومین زمانشه، یا مثلا بعدش میشه 8 تا 9 و نیم شب میشه چهارمین زمانش. اینا جز زمانه پرترافیکیه که مثلا من میتونم ورودی بگیرم. پس من اگر تو این ساعت ها بیام یه ویدیوی منتشر بکنم، البته این که دارم به شما میگم این در مورد یه وبسایته، حالا در مورد اینستاگرام شما خودتون باید ببینید واقعا چه ساعت هایی میتونید، افراد مخاطبین خودتون چه ساعت هایی بیشتر آنلاین هستن. توی یوتیوب مثلا من زمانی که ویدیو آپلود میکنم متوجه شدم که آقا ساعت 12 شب بازدید کننده من خیلی بیشتر میشه، که الان من میبینید چند روزی هم هست که شبا ساعت 12 شب ویدیوهام نمایش داده میشه، یا روزا مثلا ساعت 1 من میدونم که مشتریان بازدید کننده های زیادی دارم که این افراد اومدن از ویدیوها دارن دیدن میکنن، من ویدیوهام ساعت 1 عصر هر روز داره منتشر میشه. یعنی چه ساعت 1 چه ساعت 12 برای من میدونم که اون زمان پیک ترافیکشه. حالا شما تو خودتون اگر میخوای یه چیز رو منتشر بکنی، فالوورها چه زمانی بیشتر حضور دارن، اما معمولا همون 8 تا 9 و نیم صبح یا 12 تا 2 یا ساعت 5 تا 6 و نیم عصر یا 8 تا 9 و نیم شب جزء مواردی که افراد زیادی هستن آنلاینن و دارن میان، میتونید از اونها به عنوان مشتری یا به عنوان فالوورهای خودت استفاده بکنید. بحث مورد دومی که وجود داره در مورد اینستاگرام اینه که شما دکمه‌های شبکه‌های اجتماعی رو تو سایتتون یا وبلاگتون حتما استفاده بکنید. ببینید شما ممکنه سایت داشته باشید یا ممکنه شما مثلا رفیق توی سرویس دهنده‌های وبلاگ وبلاگ ساخته باشی. وقتی وبلاگ ساختی میتونی دکمه شبکه اجتماعی اینستاگرام رو یا همون آیکونش رو بذاریم اون پایین. شما باید تو موقعیت‌های استراتژیک دکمه‌های شبکه اجتماعی رو برای خودت منتشر کنی. حالا چه وبلاگته چه هر جایی ممکنه، اگه سایت داری تو سایتت این کار انجام بده، چون شما محدودیتی که ندارید برای نمایش مثلا دکمه های پیجتون. وقتی شما آیکون اینستاگرام رو میذاری حتما لینک مرتبط با صفحه خودت رو هم بذار که اگر کسی توی سایتت روی لینکت کلیک کرد مستقیم وارد سایتت بشه. و بعد مورد بعدی که هست، در سایت خودتون یه بنر از اینستاگرام حتما داشته باشید. ببینید تو یک نقطه پربیننده از وبسایت خودتون باید به عنوان مثلا یه چیزی به اسم مثلا منو فالو کنید، مرا فالو کنید، یا یه چیزی شبیه این قرار بدید که افراد به خصوص تو صفحه مخاطبین خودشون این کارو که دارن انجام میدن بتونن وقتی که این رو دیدن فالو کنن، روش کلیک کنن، وارد پیج اینستاگرام شما بشن.
شما زمانی که این کار رو انجام میدید، افراد زیادتری از مجموعه ها، از جاهای مختلفی که به سایت شما میرسن، از موتور سرچ ها، از جستجوهای متعددی که انجام دادن، یا معرفی سایر نموده یا سایر لینک ها که مثلا به سایت شما اومدن، میتونن وارد پیج اینستاگرام شما بشه. خب شما توی اینستاگرام بیزنس خودتو داری مطرح میکنی، شغل خودتو داری معرفی میکنی، درسته تو سایتت هم این اتفاق میفته، اما طرف اومده تو سایت شما یه محتوا دید و خارج شده. وقتی اومد داخل اینستاگرام شما رو هم پیگیری کرد و فالوت کرد، بدون این مشتری شما امروز اگر خرید انجام نده 10 روز دیگه میاد سراغت، چون میدونه یه نفری بود رفت سرچ کرد، فالو کرد، تصاویر رو دید، خیلی براش جذاب شد، الان جزو فالووراته، عکسا رو داره میبینه، لایکت میکنه و بعد میاد دوباره سراغ خودت. شاید یه جرقه‌ای تو ذهنش زده بشه که بعداً مثلا دنبال یه چیزی میگرده، میاد میگرده دقیقاً همون رو برمیگرده دوباره سمت شما، شما رو میبینه، دوباره اطلاعات خودش رو آپدیت میکنه، میاد سراغ شما و شما اینجا میفروشی. شک نکن میتونی براتی بفروشی. یکی دیگه از مواردی که شما واقعا تو اینستاگرام باید بهش برسید اینه که حساب کاربری اینستاگرام خودتون رو توی ایمیلاتون یا توی کارت بیزینسیتون، کارت تجاریتون، یا همون کارت ویزیتتون، تو کارت ویزیتتون حتما بذارید. خب وقتی شما مثلا توی کارت ویزیتت یه علامت اینستاگرام گذاشتی، کنارش یه اسلش زدی، آیدیت رو گذاشتی، این کار موجب تشویق مردم برای فالو کردن شما میشه. این خودش تبلیغ رایگانه، چون شما رفتی نمیدونم 50000 تومان، 100 لیر، 50 دلار رفتی پول دادی کارت ویزیت چاپ کردی، خب اون انتها کنار تلفنت پیج کاریت هم گذاشتی. درسته شما هزینه کردی بابت اون کارت، اما این کارت باعث شده که اگر طرف کارتتو انداخت دور، اون پیجت اونجا هست، قبل از اینکه بندازه اونجا داره میبینه. اگر کارتت رو هم گم کرد اتفاقی نمیفته، چون پیجتو داره. این باعث میشه تا نام کاربری اینستاگرام شما تو جاهای بیشتری دیده بشه و در نتیجه باعث میشه شما فالوورت بیشتر بشه. خب وقتی فالوورت بیشتر بشه که نتیجه بهتون گفتم چه اتفاقی میفته. یکی دیگه از کارهایی که شما توی اینستاگرام میتونید انجام بدید اینه که عکسای خودتون رو که دارید توی اینستاگرام منتشر میکنید ببرید تو سایر شبکه‌های اجتماعی هم به اشتراک بذارید. خب مثلا شما عکسای اینستاگرام خودتون رو میتونید توی اکانت‌های شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک یا توییتر یا مثلا خیلی از شبکه‌های اجتماعی که الان هستن میتونید به اشتراک بذارید. حالا قبلا گوگل پلاس بود، خیلی خوب بود، یعنی ورودی فوق العاده خوبی میتونستید بگیرید از طریق گوگل پلاس، اما خب از ابتدای 2019 هلوش 10 ماه یا 8 ماه یا 10 ماه فکر کنم دیگه گوگل پلاس به کل منقرض شد، منتها محتواش از قبل هنوز وجود داره و به زودی همون رو هم از بین میبرن. خب به جاش سایر شبکه‌های بیزینسی گوگل اومد بالا و باعث شد که اون شبکه گوگل پلاس به صورت کامل از بین بره. وقتی شما میاد عکساتون رو میبرید داخل فیسبوک یا توییتر یا سایر شبکه به اشتراک میذارید، در واقع این کار راه بسیار خوبی برای افزایش بازدیدکننده های برند شماست. یعنی شما برندتون میتونید به راحتی معروف کنید، مطمئن بشید که دوستان فیسبوکی شما حساب اینستاگرام شما رو میشناسن، از اونا بخواید توی اینستاگرام هم بیان با شما تعامل داشته باشن. اگر حساب فیسبوک داری کار اینه که فقط میری چت میکنی، آمار دوستاتو میگیری، باهاشون حال احوال میپرسی، کلاسای دانشگاه رو چک میکنی یا هر چیز دیگری که هست، میاد این کار رو انجام میدی. به احتمال زیاد اینستاگرام اولین شبکه اجتماعی که توی اون برای رونق کسب و کار خودتون فعالیت داری نیست. یعنی شما درسته الان داری توی اینستاگرام عکس منتشر میکنی، اما شما مطمئنن ذهنتون متمرکز به این نیست که شما اینستاگرام رو دارید فقط برای فروش، شاید فقط برای تفریح دارید ازش استفاده میکنید، شاید فروش شما از یه شبکه دیگه داره انجام میشه. شما به احتمال زیاد از قبل توی فیسبوک یا توییتر هم حتما فعالیت داشتید، پس لایک های اونا رو نباید دیگه دست بدید تا اونها به نفع شما باشه و از اونها به نفع اینستاگرام خودتون استفاده بکنید. همه این لایک ها مطمئنن که توی شبکه‌های دیگه شما وجود داشته امروز از آن شماست و برای مطرح شدن برند شما. یکی از مسائلی که خب من آموزشش رو قبلتر هم به دوستان داده بودم، بهتون گفته بودم اگر میاد یه تبلیغی انجام میدی، یه تصویری منتشر میکنی توی اینستاگرام، یادت باشه وقتی این کار رو انجام دادی هشتگ بذار زیر عکسات. هشتگ گذاشتن که کار سختی نبوده،
وقتی شما هشتگ بذاری، با استفاده از همین هشتگ که داری میذاری، البته هشتگ های محبوب، پست های شما بیشتر دیده میشه. یعنی من اگر مثلا الان بیام بذارم اینجا مثلا رازهای موفقیت افراد ثروتمند، یه دونه هشتگ بذارم اولش. حالا هشتگ چیه؟ اگه با کامپیوتر استفاده میکنید کلید شیفت و عدد 3 رو که بگیرید اون میشه هشتگ. یا توی صفحه کلیدتون، بذارید من یه صفحه کلید باز کنم ببینم روی موبایل هشتگ رو من کجا میتونم به شما نشون بدم. توی موبایلتون میرید تو قسمت علائم یا همون سیمبولا، کنار ادساین، کنار ادساین یه دونه، همون جایی که ادساین رو توی موبایل میاد صفحه کلید موبایلتون میزنید، کنارش هشتگه. خب توی هشتگ زمانی که توی پیجها دارید استفاده میکنید، حتما از هشتگ برای اینکه پست هاتون بیشتر دیده بشه استفاده بکنید. برای مثال وقتی شما مثلا اومدید از یه عکسی دارید منتشر میکنید که مثلا اون در مورد مواد غذاییه، نباید بیاید هشتگ بزنید مثلا هشتگ منظره. خب این باعث میشه که نامرتبط بودن عکس شما به اثبات برسه و اگر افرادی بیان اون عکس رو ببینن اصلا بازش نمیکنه، چون طرف دنبال منظره میگرده، شما عکست برای طرف تو سرچ اینستاگرام دیده شده اما بازش نمیکنه و وارد عکس شما نمیشه. اما عکس مرتبط اگر داشته باشی شما، هشتگ که بزنی مشتری میاد، میگم مشتری ببخشید من همش میگم مشتری، بازدید کننده میاد روی اون هشتگ کلیک میکنه و وارد پیج شما میشه. فقط یادتون باشه به هیچ عنوان توی هشتگ افراد نکنید، فقط از هشتگ های مرتبط با عکس های خودتون استفاده بکنید. مثلا اگر کسب و کار شما در مورد تولید بلبرینگ، بیاد بنویسید بلبرینگ، عکسش هم بذارید بلبرینگ، ننویسید دیگه گل مثلا مرگم، همچین چیزی نذارید، چون عملا یا مثلا کلمه عشق رو دیگه نباید استفاده بکنید، یا خیلی از کلماتی که الان من دیدم استفاده میکنم فقط برای جذب مخاطب. خب این بیشتر دفع کننده است نه جذب کننده، و بعضی مدتی دیگه شما همون بازدیدها رو هم از دست میده، چون رتبتون مطمئنا اینقدر پایین اومده به خاطر این هشتگ های نامرتبط که همش رو از دست دادید. اما مورد بعدی، یادتون باشه وقتی یه عکسی رو میاد آپلود میکنه توی اینستاگرام، حتما توی عکس ها دوستاتون رو تگ کنید. حالا زمانی که شما میاد دوستان خودتون توی عکس ها تگ میکنید، در اصل شما این عکس رو به پروفایل اونم اضافه کردید. حالا توی بخش عکس های تگ شده اونها، این عکسی که شما تگش کردی قرار میگیره. حالا این خودش باعث میشه که دوستان اونها عکسایی که شما منتشر کردی رو ببینن، و همین موضوع باعث افزایش دنبال کننده هاتون میشه. ببینید یه بحث اینستاگرام ما چیه؟ بحث فروشمونه. یه بحث هم اینه که ما مخاطب داشته باشیم. این مخاطب میشه همون دنبال کنندم یا همون فالوورمون یا همون شخصی که امروز قرار بازدید کننده بشه، فردا قرار مشتری بشه. خب پس اگر این کارو انجام دادید تگ کنید. حالا مثلا من میام کیو تگ میکنم؟ به عنوان مثال من میرم مثلا جواد ظریف رو، آقای ظریف رو مثلا تگ میکنم، میدونم یه عده سیاستمدار هستن، میرن دوستان ایشون رو چک میکنن، عکسی هم که من تگ کردم تو صفحه عکس آقای ظریف دیده میشه به همین راحتی. یعنی پستی که من منتشر کردم رفت توی صفحات آقای ظریف قرار گرفت. پس اگر هر کسی دنبال این شخص بگرده، محتوای من رو هم میتونه بیاد ببینه و استفاده کنه. خب پس ما دامنه جذب مشتریمون دیگه خیلی بیشتر میشه، یعنی ما به راحتی میتونیم افراد جدیدی به سمت خودمون جذب کنیم. این تگ کردن خیلی خوبه، چون عکس‌ها دیگه راحت منتشر میشه. شما مثلا برو آنجلینا جولی رو مثلا تگش کن، خب عکسی که شما امروز منتشر میکنید داخل اینستاگرام میره تو پیج آنجلینا جولی، تو اون قسمت آنجلینا جولی اونجا هم میره مثلا قرار میگیره. یا مثلا برو شما ترامپ رو تگش کن، وقتی ترامپ رو تگش کردی عکست میره تو صفحه عکسایی که تگ شدن، جایی که ترامپ هم تگ شده بهش، میبینی بین مثلا بین 500 تا از این عکسایی که اونجا هست عکس شما هم دیده میشه. خب یه عده‌ای هم هستن دوباره، اگر مثلا شما در زمینه افیلیت داری کار میکنی، اون عده‌ای که دوباره همچین چیزا میگن براش جذاب باشه، میزنن روش، میان وارد پیجت میشن، اطلاعات تو میخونن. توی این آموزش کسب درآمد قسمت سومی که من به شما گفتم لینکتون رو میرید منتشر میکنید و بعد بازدید کننده جذب میکنید. خب یکی از راهاش اینستاگرام بود. خب اینستاگرام خودش تنها عکس گذاشتن نیست، لایک کردن، فالوور جمع کردن، هشتگ گذاشتن، تگ کردن، اینا همه رو میتونید استفاده بکنید. الزامی به این نیست که شما همین الان فکر کنید مثلا عکس رو منتشر کردی همین الان 2000 نفر میان سمتت. نه،
اگر 50 نفر هم اومد یادتون باشه باشون در ارتباط باشید. اگه میخواید معروف بشید توی هر شبکه اجتماعی که فکر میکنید باید مثلا اون بازار رو مثلا برای خودتون جذب بکنید، باید با مردم در ارتباط باشید و با اونو وارد مشورت بشید، بحث بکنید، گفتگو بکنید و از این طریق اکانت های خودتون رو تبلیغ بکنید. بهترین روش هم توی اینستاگرام شرکت تو بحث نظرات صفحات پربازدیده. یعنی مثلا من رفتم یه کلمه‌ای رو سر، یه هشتگی رو سرچ کردم به اسم افیلیت، اوکی؟ تا اینجاش کاملا مشخصه. الان من بحث افیلیت رو میخوام اینجا بهتون بگم. حالا اون عدد دوستانی که پرسیده بودن رو من بهتون میگم، بعد برای کسب و کارها هم دارم بهتون میگم. آقا شما سرچ کردی در مورد شامپو مثلا پرجک، شامپو سیر پرجک به عنوان مثال، یادم این پرجک بود، ارجنگ بود، فراموشم، همین الان گفتم، اگر الان ویدیو رو یه لحظه استاپ بکنم شاید بتونم، همین الان اسمش رو گفتم، شامپو پرجک. این پرجک همه میوه ها رو ریخت تو شامپو، انار رو ریختن، گردو ریختن، سیر رو ریختن یا هر چیز دیگری که اتفاق افتاد، همه اینها رو ریختن و اومدن به مشتریشون ارائه دادن. کاری که انجام دادن چی بود؟ به عنوان مثال دارم میگم، نمیگم این کارو انجام دادن. شما میتونی زمانی که یه محصولی رو داری تولید میکنی یا نه، یه محصول رو میخوای بفروشی یا نه، شما قرار افیلیت رو معرفی بکنی یا نه، بیزنس خودت رو میخوای معرفی کنی، شغل خودت، میخوای بگی آقا من بیکارم، من تو راه و ساختمانم، صبح راه میرم، شب میرم خونه میگیرم میخوابم، خیابونا رو متر میکنم. هر کاری که خاصی انجام بدی راحت و آسوده میری تو پیجایی که نظرات عمومی نوشتن، نه اینکه بری لینکت رو منتشر کنی، نه، حرف لینک الان نیست، توی نظرات میری اظهار نظر میکنی با نظراتی که بقیه دارن مینویسن، نه اینکه قرار باشه اسپم بفرستی، چون اسپم کردن زیاد باعث میشه که شما رو بلاک کنن و اگر شما بلاک بشی الان به صورت پیش‌فرض روزی 1500 تا کامنت تقریبا میشه بذاری، میشه گذاشت. اما اگه قرار باشه این تونتون یه متن رو کپی پیست بکنی برای همه بذاری و بفرستی، خب این باعث میشه که راحت اسپم بشی. پس حالا همون پرجک رو بذار بهتون بگم، مثلا چون اومد شامپو سیر رو تولید کرد، میره در مورد پیجهایی که توی اینستاگرام وجود دارن هشتگ سیر رو پیدا میکنه، یه جا نوشته خواص سیر فلان است. ببینید این یه پروژه آماده است، وقتی نوشته خواص سیر چیه، یعنی یه عده زیادی دنبال اون سیره میگشتن، سیر رو گشتن، پیدا کردن، محتواش رو دیدن. حالا میری تو نظرات میزنی، مثلا شامپو پرجک مثلا سیر هم هست، شامپو ارجک پرجنگ سیر هم مثلا وجود داره، مثلا با این مشخصات. این خودش برند ساخت، نه لینکی داد نه هیچی، مشتری دیگه تو ذهنش میگه اه شامپوی سیر هم وجود داره، مگه میشه همچین چیزی؟ فردا نه، دو ماه دیگه نه، سه ماه دیگه توی بازار، دو هفته دیگه نه، یه ساعت دیگه میره بازار، تو ذهنش هست، وقتی میره شامپو بخره میگه بزنه شامپوی سیر هم دارید یا نه، یا توی اینترنت سرچ میکنه شامپوی سیر وجود داره یا نه، وقتی سرچ میکنه میبینه بله هست، همش کم طرف برای خودش الان بازاریابی کرد و فروشش هم داره استارت خورده، داره میفروشه الان. پس شما با مردم حتما در ارتباط باشید. اگر کلمه افیلیت رو سرچ میکنید، برید توی کامنت افراد بنویسید، بگید مثلا من یه سیستمی رو پیدا کردم که شما میتونی فروشگاه آنلاین راه بندازی، خیلی ساده به راحتی میتونی محصولات هزاران هزار محصول تو آنلاین میتونی اد کنی و بفروشی. خب وقتی تو تعامل برقرار کردی با بقیه این اتفاق میفته و شما میتونی به راحتی با این ارتباط برقرار کردن هم با نظرات بقیه آشنا شدی و هم فیدبک های بقیه رو در مورد خودت میبینی و هم بازدید کننده تو داری میبینی. شما اگر با اینستاگرام این کار رو انجام بدی، میبینی که روز به روز فالوورات بیشتر میشن، روزی 5 تا 10 تا 20 نفر بهش اضافه میشن و از اون سمت خودت رو داری مطرح میکنی، خودت رو داری معروف میکنی. اینجوری چیکار میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ عملا شما میتونی جمع زیادی از مشتریان جدید رو به نفع خودت جمع کنی. حالا کم 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 بیزینس خودت رو پخش میکنی. دیگه خیلی راحت به اتفاق به جایی میرسی که خودت میدونی که در حال فروشی. اما یادتون باشه قبل از اینکه همه این کارا رو انجام بدید، قبل از اینکه همه این حرکت‌ها رو قرار باشه بزنید، یادتون باشه بیوگرافی خودتون مثل عکس پروفایلتون یا اون چیزهایی که میخواید مردم باهاتون در ارتباط باشن رو توی پروفایلتون حتما آپدیت بکنید. پروفایل شما اولین جاییه که مردم برای کسب اطلاعاتی بیشتر میان بهش نگاه میکنن. برای اینکه شما بتونید این کار رو انجام بدید، یادتون باشه حتما حتما توضیحات مرتبط با
فعالیت خودتون رو اونجا بنویسید. من اگر کارم افیلیت مارکتینگه، میام میزنم آقا مثلا من افیلیت کارم، من فلان کار رو دارم انجام میدم، و بعد میتونم لینک بازاریابی خودم رو هم حتی بذارم، میگم آقا بیا اینم آدرس سایت منه، اینم آدرس پیج منه، یا اینم مثلا آدرس افیلیت منه، شما میتونید از طریق این لینک بیای و ببینید. حالا که هویت ما انتقال پیدا کرد، باید به دنبال نمایش رفتارامون هم باشیم، اما نوع رفتار و عمل کرده ما رابطه نزدیکی با هدف حضورمون توی محیط مجازی هم داره. یعنی اگه اینستاگرام شما انتخاب کردید، هدف حضور در اون هم باید شفاف بکنیم. صرفا تصمیم به این که بیام مثلا عکس قرار باشه منتشر بکنیم، عکس شخصی یا عکس دوستامون یا عکس محیط کارمون یا هدف تجاری یا هر چیزی پشت پرده تصاویر خودمون قرار باشه مثلا برای خودمون نگه داشته باشیم، در هر دو حالت حساسیت انتخاب خیلی بالاست. پس عملا انتخاب ما مثال بارز نمایش رفتارمون تو محیط جدیدیه که ما واردش شدیم. پس اون چیزی که شما دارید می‌نویسید تو پروفایلتون وجودن مربوط به خودتونه. یعنی شما اولا میگه آقا من فلان کارو دارم انجام میدم، با این تخصص این کارو دارم انجام میدم، توی تصاویرت رو هم اینو داری نمایش میدی. یعنی شما اگر نوشته آقا من افیلیت کارم، اینم سایت من، نمیده عکس طراح شلغم مثلا توی پیجت بذاری و بعد بگی چه صحنه زیبایی، چه صحنه رمانتیکی برای زمستون، عالیه، میخورید، حال میکنی، جیگرت به حال میاد، از سرماخوردگی نجات پیدا میکنی. خب این اصلا مرتبط با بیزینس شما نمیتونه باشه. پس تصاویری که مرتبط میشه رو حتما تو پروفایلتون که توضیح می‌نویسید راجع به پروفایلتون بنویسید. اینجا محیط جدیدیه که شما دارید پا میذارید داخلش. پس حتما کاری رو انجام بدید که افراد زمانی که به سمت شما میان بدونن با کی طرفن، نه اینکه بگه خب مثلا یعنی چیه اصلا شلغم رو تره گذاشته و در مورد افیلیت مارکتینگ هم داره باهات صحبت میکنه، یا مثلا رفته نمیدونم از تفریحات کاذب خودش توی مثلا فلان جا عکس گذاشته، اومده گفته من مثلا کارم تعمیرات ماشینه. خب ببینید همه اینها با هم دیگه فاصله دارن. درسته شما اگر پیج شخصی هزار تا کار میتونی انجام بدی، اما تو پیج تجاری دیگه نمیتونی هر کاری که خواستی انجام بدی، چون سلیقه تجاری مرتبط میشه با تفکراتی که به دنبال شما اومده، نه تفکرات شخصی که مثلا بگه مثلا اصغر داره این کار رو انجام بده، برم سراغ محمود که فلان کار رو انجام میده. خب این تفکر شخصیش بوده، رفته پیج شخصیش رو دنبال کرده، پس نیومده سراغ منی که قرار تجاری کار بکنم یا هر چیز دیگه. یکی دیگه از مسائل مهمی که توی بحث بازاریابی مخصوصا برای جذب افراد جدید به سیستم‌های افیلیت مارکتینگ واقعا مطرح میشه اینه که شما بیاید افراد رو دنبال بکنید که با شما یه وجه مشترک دارن. ببینید با جستجوی هشتگ‌های مرتبط با خودتون شما میتونید افرادی که با شما وجه مشترک دارن رو دنبال بکنید، تا دنبال کننده های اونا هم بتونن شما راحت‌تر پیدا بکنن. خب این بر اساس یه متد، یه الگوریتم خاص اومده برنامه‌نویسی شده توی سیستم های مثل اینستاگرام، که وقتی افراد میان و از طریق اون وارد پیج شما میشن، مطمئنن از یه جایی اومدن که مرتبط با بیزینس شما بوده. یعنی طرف اومده دنبال افیلیت گشته، وارد یه شخصی شده مثلا توی امریکا داره این کار انجام میده، منو فالو کرده، منم ایشونو فالو کردم. شما که بازدید کنندت الان از امریکا اومده توی پیجت، پیج من هم داخل پیج شما مانه فالوورات وجود داره، خب مطمئنم وارد پیج بنده هم خواهد شد و من هم بیزینسم معروف میشه، من هم میتونم خودم رو مطرح بکنم. پس حتما افراد رو بیاد دنبال بکنید که با شما وجه مشترک دارن. اونی که تو کار شلغم و شنبلیل فروشی و این چیزاست، اون میشه پیج شخصی نه پیج تجاری. اگر شما میخواید تو زمینه شلغم تجارت بکنی، عالیه، برو حتما دنبالش کن، چون مخاطبین اون هم افرادی هستن که دنبال شلغم و شنبلیله و این چیزا میان شما رو چیکار میکنن؟ دنبال میکنن. پس اگر شما رفتی یه نفر رو دنبال کردی که مثلا تو کار سبزی فروشیه، نمیتونی منتظر باشی که مثلا افرادی که در مورد افیلیت میخوان کار بکنن بیان شما رو سرچ بکنن تو اون پیج بیان. خب هر کسی بیاد اونجا سمت شما، یعنی یه کسی که اسممه، هیچ کاربردی برای شما ندونه، بعد از این مدتی درست فالوورات میره بالا، اما بعد از این مدتی میبینی ریزش میکنه، چون طرف میبینه شما داری پست میذاری و پست ها رو هم هنچی نگاه میکنه چیزی از چیزی سرش نمیشه، میگه خدای این چیه و هر روز 50 تا عکس میذاره، 20 تا عکس میذاره، باز آنفالوش میکنه، به همین راحتی میپری. یعنی درسته شما امروز میبینی 50 نفر از اون سبزی فروشی اومدن لایکت کردن، فالوت کردن، اما فردا از بس شما پست گذاشتی، مطالبتو منتشر کردی، اونا چیکار میکنن؟ میگن بابا چیه، بابا چی داره میگه، و میره تموم. و این ضرر داره برای شما، این اصلا افته.
به این علت که شما هر چی زحمت بکشی وقت تو گذاشتی برای مسائل پوچی که قرار مثلا طرف تو کار سبزی فروشی بره از یه کلی فروش مثلا جنس تولید کننده سبزیجات مثلا باید بره اونو فالو بکنه، اومده شما مثلا اونو فالو کردی، خب این کاربرد برای شما نمیتونه داشته باشه. اما مورد بعدی که خیلی مهمه در مورد بخش جذب مخاطب و فروش از طریق اینستاگرام اینه که شما عکس‌های جذاب و با کیفیت باید آپلود بکنید. اینکه عکس‌های اینستاگرام باید عکس‌های در خور اینستاگرام باشه، عکس‌های جذاب کاربرا رو واقعا ترغیب می‌کنه تا تو گفتگوها بیان شرکت بکنن و عکس‌های شما رو که میشه گفت یه سناریویی که در مورد سناریوی شماست میان به اشتراک می‌ذارن، ممکنه همون عکسی که شما گذاشتی رو بردارن شیرش بکنن یا ذخیره بکنن دوباره همون رو منتشر بکنن و این باعث بشه که شما به راحتی هم برندت معروف بشه و همین که همون عکسی که شما منتشر کردی فردا نه دو ماه دیگه نه سه ماه دیگه میدونی توی خیلی از جاها عکس شما منتشر شده و حتی ممکنه کپی رایتت هم کسی بهش دست نزده باشه به همین راحتی. ببینید این ویدیو چهارمیه که در مورد کسب درآمد آنلاین با افیلیت مارکتینگ دارم میسازم و انحصارا هم بیشتر مربوط به جذب مخاطب و فروش توی اینستاگرام بود. حالا من در مورد مثلا تلگرام یا هر چیز دیگری که باشه حتما بهتون خواهم گفت توی ویدیوهای مثلا پنجم ششم به بعد. حالا اینکه اصلا من اینا رو سلسله وار دوباره شروع کردم از یک و دو و سه شروع کردم، نه اینکه انحصار شما بخواید توی مثلا این سیستم افیلیت بری کار بکنی، نه، شما تو کسب و کار خودت هم میتونی از اینا استفاده بکنی. یکی دیگه از مسائلی که واقعا مهمه، ببینید ما هدفمون اینه که مشتری جذب کنیم، کاربر جذب کنیم و اون کاربر رو ازش پول در بیاریم. هر چیزی راه خودشو داره. باید یاد بگیریم توی رخدادهای و اتفاقات عمومی بیایم شرکت بکنیم. یکی از مواردی که همیشه مخاطبین رو به سمت شما جلب میکنه توجه به مراسم‌ها و رخدادهای عمومیه که این موضوع توی ایران هم خیلی بازدهی بالایی داره. آقا فردا عاشورا و تاسوعاست، یه عده اعتقاد دارن، یه عده اصلا اعتقاد ندارن، یا فردا مثلا روز 22 بهمن یه عده اعتقاد دارن، یه عده اعتقاد ندارن، پس فردا عید قربان یه عده اعتقاد دارن، یه عده اعتقاد ندارن، شما میای توی این مراسم و مناسبت ها شرکت میکنی. آقا فردا انتخابات، یه عده اعتقاد دارن رأی بدن، یه عده اعتقاد ندارن رأی بدن، شما برو توی این رخداد عمومی شرکت کن. نه اینکه قرار باشه منفی مطرح بکنی مسئله رو، نه، میری میگی آقا مثلا من تبریک میگم عیدو بهتون، یا مثلا یه مطلب میام منتشر میکنم و این باعث میشه که من ارتباط بسیار خوبی بتونم با دنبال کننده های خودم داشته باشم. میام میگم آقا عیدتون مبارک باشه، 100 سال به این سالا، ایشالله این شب یلدا بهتون خوش بگذره، ایشالله عید قربان رفتید مثلا گوسفندار قربونی کردید، یک کیلو گوشت هم بردار برای فلانی بیار بشینیم با هم دیگه یه دست گوشت بزنیم، یا هر چیز دیگه‌ای که ممکنه داشته باشه. این میشه یه رخداد عمومی، یه مسئله که اتفاق افتاده. پس شما حتما جزء کارتون باشه که توی این مسائل عمومی حتما شرکت بکنید. آقا فردا انتخابات مجلسه، من میام ویدیو میذارم میگم دوستان عزیز ما باید بریم حضور پیدا کنیم برای اینکه توی انتخابات مجلس یه ده افراد رو بریم انتخاب بکنیم که برن مجلس و بتونن تصمیمای مهمی رو برای کشورمون بگیرن. البته خب این خودتون هم میدونید این کلا زیربناش مشکل داره، کما اینکه همین الان هم وجود داره. یعنی شما مثلا میگی آقا نماینده مجلس، اون نماینده مجلس کسی که فقط به فکر منافع خودشه، نه به فکر من و شما. یعنی میاد یه ثروت زیادی رو توی 4 5 سالی که هست، 4 سالی که هست و بعد تمدید میشه تا 4 سال دیگه ممکنه بهش رأی بدن، دوباره یه ثروت و یه راند و یه باند بازی برای خودش شکل میده و بار 20 سال زندگیشو میبنده و بعد دیگه اون نمیتونه به فکر من و شما باشه. اما من توی این رخداد میام شرکت میکنم، میگم آقا فردا انتخابات ریاست جمهوری، بیایم رأی بدیم، یه نفر دیگه کلیده رو برداره تو جیبش بذاره و بره. یا مثلا فردا عید قربان، من این عیدو بهتون تبریک میگم، ایشالله که 100 سال به این سالا باشه، 13 بدر ایشالله بهتون خوش بگذره، 13 بدر نمیدونم، پس فردا میلاد حضرت فلان، این روزو بهتون تبریک میگم، امیدوارم که همیشه شاد و خوش باشید، یا هر چیز دیگری. این باعث میشه که من با مخاطبم راحت ارتباط بگیرم. من این توضیحاتو دارم بهتون میگم، هی حرف بعضی از دوستان تو ذهنم میاد، میگن آقا تو چقدر توضیح میدی، از این مسائل خارج شو، برو سر حرف اصلی. ما خب من هدفم اینه که حداقل راحت که توضیح میدم دوستان بتونن راحت هم متوجه بشن. اگه قرار باشه با کلمات پیچیده بیایم توضیح بدیم یه عده متوجه نشن، خب همون مخاطب شاکی میشه و همین که دوباره من باید 50 بار دیگه بیام ویدیو در موضوعات مختلف بسازم، دوباره باز توضیح ندم، باز همه مسائل رو هم دیگه بمونه.
حالا در هر صورت اگر توضیحات طولانی میشه من عذرخواهی میکنم، میخوام سریع جمعش بکنم 4-5 دقیقه دیگه. ببین، یکی از چیزهایی که توی اینستاگرام برای جذب فروشتون میتونه بهتون کمک بکنه، مخصوصا برای افیلیت مارکتینگ، اینه که ویدیو بسازید. ببینید، الزامی نیست که شما مثلا بیا ویدیو بسازی توی یوتیوب، یوتیوب مثلا آپلود بکنی، ویدیو بساز بذار توی پیج اینستاگرامت. یه قابلیت مهم توی اینستاگرام هست که شما میتونید ویدیوهای 1 دقیقه‌ای بذاری، که این فرصت میده تا در 60 ثانیه اون چیزی که میخواید رو به بقیه انتقال بدید. انتشار ویدیو روی پروفایل شما کمک میکنه تا پروفایل اینستاگرام شما زنده به نظر برسه و فقط عکس‌های ثابت و بدون صدای شما درش دیده نشه. یعنی طرف وقتی داره میبینه میگه اوه 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 او 50 تا پست گذاشته همش عکسه، نه صداییه، نه اینجا سوت و کوره، هیچ خبری نیست. پس این ویدیو باعث میشه که طرف بدونه نه واقعا این پیج زنده است، این داره کار میکنه، این داره کار انجام میده. حالا زمانی که شما اومدی ویدیو گذاشتی، یا مثلا اومدی ویدیو رو منتشر کردی، یه لینک هم بذار، بگو آقا من یه سیستم مثلا دارم، به زبون خودت هم بگو، نه اینکه قرار باشه فارسی، نه به هر زبونی دوست داری، کردی کردی بگو، ترکی ترکی بگو، آلمانی آلمانی بگو، انگلیسی میتونی انگلیسی صحبت کن، عربی میفهمی چیه راحت میتونی صحبت بکنی عربی صحبت کن، کره ای میتونی کره ای صحبت کن، هر زبونی که میتونی همون زبون رو صحبت کن و شروع کن به فروختن. هدفت فروش باشه، اول از همه هدفت انسانیت کاملا مشخصه، قرار نیست ملت رو دور بزنی، قرار نیست کلاه کسی رو بردونی، اما هدف داری، هدفت اینه که در پیج تجاریت فروش انجام بدی. پس توی اون ویدیو در مورد بیزینست صحبت کن، خیلی راحت بهشون بگو، بگو آقا من یه سیستم به تو معرفی میکنم، شما میتونی بری توش ثبت نام بکنی و بعد یه فروشگاه آنلاین را بندازی. این فروشگاه آنلاین باعث میشه شما فروش انجام بدی، فروش دور، فروش واسطه ای میتونی انجام بدی، نه نیاز به انباری داری، نه نیاز به سرمایه اولیه داری، نیاز به هیچ چی نداری، فقط میخواد سایت تو را بندازی و تمام، به همین راحتی بفروش و سود کن. اینو در یه دقیقه به صورت یه ویدیو میذاری، هشتگش رو میزنی، میگه افیلیت، بعد همون رو میتونی برای بقیه به اشتراک بذاری. حتی همون افرادی که تو میری تو پیجاشون نظر میذاری، وقتی وارد پیج تو بشن اولین کاری که انجام میدن ویدیو تو میبینن، میگن ای چی جالب، طرف هم چی چیزی داره انجام میده. و شما حتی میتونی از نرم افزارهایی که میتونی ویرایش انجام بدی، رو تصاویر میتونی دانلود بکنی رو موبایلت و بعد بیاد اونجا مثلا لینک کوتاه بذاری، یا مثلا آدرس پیج تو بذاری، بگی این آدرس وبسایت منه یا آدرس وبلاگ منه، واردش بشید، من اونجا لینک براتون گذاشتم، میتونید بیاد ببینید و از اون لینک میتونید استفاده بکنید، وارد سایت بشید و توضیحات بیشتر رو میتونید اونجا ببینید. یکی دیگه از مسائلی که توی اینستاگرام شما میتونی ازش کسب درآمد داشته باشی، کسب درآمد آنلاین داشته باشی و بتونی توی بحث افیلیت مارکتینگ مخصوصا، یا اصلا نوع تولید خودت، کسب و کار خودت، میتونی فروش داشته باشی، میتونی مسابقه اجرا بکنی. اجرای رقابت یه راه خیلی عالیه تا کاربرا در مورد سازمان و شرکت شما گفتگو بکنن. حالا شما سازمان مثلا یه شرکتی داری که یه مجموعه 500 تا کارمنده، یا مثلا یه جایی داری حرکت میزنی، یه بیزینسی رو داری تبلیغ میکنی، یه افیلیت کاری هستی که لینکت رو میخوای تبلیغ بکنی، این باعث میشه که افراد بیان و شما رو ببینن. هر زمانی که هشتگ مسابقه رو زدی افراد میان سرچ میکنن. شما اگه همون هشتگ مسابقه رو بیاد سرچ بکنید توی اینستا، تقریبا 1,000,000 تا عکس پیدا میکنید در موردش، که طرف اومده 1,000,000 عکس منتشر کردن، همم زدن مسابقه، هر کسی روش کلیک میکنه خب همه میدونن که این مسابقه است، بازش میکنن و اون ویدیو رو میبینن. حالا اون ویدیو وقتی دیده شد، مخاطب میفهمه که اه من باید برم این رو تهیه بکنم. یا مثلا شما برو هشتگ افیلیت بذار و توی اون مثلا بگو آقا یه سیستمی دارم معرفی میکنم به این شکله. وقتی از این هشتگ ها استفاده کردی، فالوور ها از هشتگ شما تو بقیه عکس هم استفاده میکنن، میگی آقا مثلا بیا هشتگ affiliate-system.org رو مثلا با این آدرس، یا هشتگ اسمتو ببر توی عکس ها و توی پیج خودت استفاده کن. این باعث میشه افراد بیان یه عکس رو منتشر کنن، بعد هشتگ که شما گفتی رو برن استفاده بکنن و شما میتونی بیا اونجا برنده رو انتخاب کنی بر اساس هشتگ. یا تم عکس ها، ببینید فالوورها تم عکس های شما رو میان دنبال میکنن و پست هایی که بر اساس اون تم میذارید. شما میتونید بیاد یه تمی رو مشخص بکنید، بگید آقا اگه به این شکل رفتید عکس منتشر کردید، هشتگ بزنید تا من ببینم عکس رو، یا تو کامنت ها برای من بذارید تا من بیان عکستون رو ببینم. از بین برنده ها مثلا 500 نفر رو انتخاب میکنیم به عنوان برنده. یا تکرار پست، ببینید
تکرار پست، فالوورها عکس‌های شما رو تو بقیه اکانت‌های اینستاگرام دوباره میان ارسال میکنن، این تکرار پست میشه. اگر این تکرار پست اتفاق افتاد، شما میتونید بگی آقا هر کسی تکرار پست انجام داد من میتونم بهش جایزه بدم، اون تا به صورت رندوم یه نفر رو انتخاب میکنید برنده. از امروز تا 10 روز شما فرصت دارید پست ها رو برای بقیه منتشر بکنید تو پروفایل های بقیه، ما به شما مثلا جایزه میدیم. این با این مسابقه اجرا کردن خودش مهمترین رکنه توی بحث جذب مخاطبین جدید. این باعث میشه شما راحت تبلیغت پخش بشه. میلیونی هستن افرادی که این تبلیغات رو خواهند دید، نه تکی. وقتی این اتفاق بیفته شما به راحتی تبلیغاتت پخش شده و خیلی از افرادم اومدن اون ویدیو رو دیدن و لایکش کردن. دیگه عرضم به حضورتون که از پروفایل اینستاگرام خودتون زمانی که دارید نظر میذارید توی وبلاگ ها حتما برید استفاده بکنید. ببینید شما ممکنه برید توی سایتی یا توی یه وبلاگی یا ممکنه مثلا برید یه نمیدونم کجا، توییتر مثلا یه جا رفتید کامنت گذاشتید، اگه سایت ندارید آدرس پیج اینستاگرام خودتون رو بذارید اونجا. این پیج اینستاگرام شما شامل چیه؟ شامل محتوایی که قبلا تولید کردید، محتوایی که قبلا آماده کردید، شامل لینکاتونه، عکساتونه، فیلم، هشتگاست، لایکاتونه یا هر چیز دیگه که داخلش دارید. یه روش بسیار راحتیه که شما میتونید این رو بعد از اینکه محتوا رو قرار دادید از بقیه افراد استفاده بکنید. حالا زمانی که این اتفاق میفته چی میشه؟ پروفایل شما به راحتی بین افراد مطرح میشه. زمانی که شما اومدید توی کامنت ها آدرس اینستاگرامتون رو منتشر کردید، افرادی که میان اون کامنت ها رو میبینن، مدیران اون سایت ها یا وبلاگ ها، مدیران اون مثلا پیجا توی اون صفحه فیسبوکه، توی اون لینکدینه یا توی اون مثلا توییتره، میاد اون لینک شما رو کلیک میکنه و بعد برمیگرده به سمت شما، دوباره پروفایل شما رو میبینه. این باعث میشه که توی پروفایل زمانی که آدرس رو قرار دید یه فرد جدید با سرویس شما آشنا بشه. دیگه اینکه یکی از امکاناتی که توی اینستاگرام وجود داره اینه که شما میتونید فیسبوکتو به اینستاگرام وصل کنیم. من این رو بهتون گفتم چند دقیقه قبلا، بهتون گفتم که این یه روش خیلی راحته که شما بتونی فیسبوکتو به اینستاگرامت وصل کنی. توی این روش به راحتی میتونید پیام ها و پست های مشابهتون رو بین تمام افرادی که باهاش در ارتباطین به اشتراک بذارید و این پیام ها و پست ها رو تو شبکه های مختلف منتشر بکنید و به این شکل میشه گفت که تقریبا میشه گفت ارتباطاتتون گسترش پیدا میکنه. این ارتباطات گسترش دادن خودش باعث میشه که بعد از یه مدت زمانی شما ببینید یه تعداد زیادی مشتری دور و برتونن، یه تعداد زیادی مخاطب دور و برتونن. دیگه اینکه یکی دیگه از مسائلی که وجود داره در مورد اینستاگرام اینه که از افرادی که به شما کمک میکنن یا از شما یاد کردن، ازتون اسم بردن، ازشون تشکر بکنید. وقتی مردم میان پیامای شما رو لایک میکنن یا از شما تو نظرات تشکر میکنن یا حتی اسم و نام کاربری شما رو میان اعلام میکنن، منتشر میکنن، شما باید همین کار رو در قبالشون انجام بدید. این تعامله نه تنها یه حرکت دوستان و همه پسنده، بلکه باعث میشه افراد بیش از پیش شما رو پشتیبانی بکنن و دوباره دست به چنین حرکتایی بزنن و این یعنی تبلیغ دوباره رایگان شما. شما دوباره چی میگردی؟ میخوای جنس تو بفروشی، میخوای تبلیغ رایگان انجام بده. خب ببین طرف اومده این کارو انجام داده، در این حالش این انجام داد، شما منباب سپاسگزاری حتما این کارو در قبال اون کاربر انجام بده، به نظرش جواب بده و ازش تشکر کن، تو دوباره طرف روحیه بگیره و دوباره این اتفاق میافته، طرف ازتون دست نمیکشه، مطمئنم تو ذهنش میمونه و همیشه دوباره به شما سر میزنه. اما مهمترین و در این حال اصلی ترین مسئله که الان میخوام بهتون بگم ارائه محتوا و استفاده از یه تصویر مناسبه. ببینید همیشه یه ساختار رو دنبال بکنید، طوری که ایجاد عادت بکنید، تصویری با کیفیت که بتونه محتوای شما رو در قالب بصری هم توضیح بده بسیار بسیار کارآمده. فراموش نکنید اون زمانی که شما توی اینستاگرام فعالیت دارید، این تصاویرن که گویای رفتار شماست. خب طرف نمیدونه شما الان دلت گرفته، سرت درد میکنه، دوست داری نمیدونم تنهایی دوست داری، جای شلوغ دوست داری، اون تصاویری که داره اینها رو حرف میزنه باشون.
داشتن نظم در زمان ارائه پست، انتخاب تگ مناسب و مربوط به همون رفتاری که شما دارید انجام میدید، المانایی یعنی که صدای محتوای شما رو خیلی شفاف به گوش مخاطبتون میرسونه. پس حتما تو تصاویرتون به گونه این مسائل رو مد نظرتون داشته باشید. حالا وقت تنفس توی فضاییه که واقعا ایجاد کردید، این امر زمانی میتونه براتون مؤثر باشه که اون زمان تقریبا زمانی که دیگه شما رابطه هم ایجاد کردید، چون هر هدفی تنها با اشتراک گذاشتن اون به مقصد میرسه. خوشبختانه اینستاگرام یه بستر خیلی راحت برای ایجاد این رابطه هاست، چون تو اون میتونید خیلی راحت با افرادی رابطه داشته باشیم که مرز سبک زندگی یا شیوه رفتاری ما، حالا یا برخلاف ما دارن عمل میکنن یا شبیه ما هستن، و این هدفمندی یه سود خالص داره براتون، برای اینکه بتونید تفکرتون و رفتارتون رو به اشتراک بذارید، در یه محیطی وارد بشید که همه هستن یا همفکران شما یا مخالفین شما. یعنی اگر در کسب و کار شما ممکن رقیب هم وجود داشته باشه، شما هم توی اون محیط هستید و شما هم میتونید تفکرات خودتون رو به راحتی منتشر بکنید. یکی دیگه از مسائلی که باید بهتون بگم اینه که یه لیست از مطالب مفید حتما تهیه بکنید. اگه یادتون باشه من بهتون گفتم که تهیه کردن یا ارسال پیام‌های با کیفیت خیلی مهمه و واقعا حائز اهمیته، با توجه به اینکه شما نمیتونید توی 24 ساعت شبانه روز یا 7 روز هفته رو توی اینستاگرام مثلا وقت بگذرونید، یا گاهی وقتا ممکنه یه چیزی با کیفیت و مناسب برای ارسال نداشته باشید. میتونید یه لیست از موضوعات جذابتون تهیه بکنید و هر از گاهی توی این جور شرایط اونها رو بیاد منتشر بکنید. این موضوعات میتونه حالا اخبار باشه، آموزش باشه یا مقاله های مرتبط باشه. حالا شما اگر اومدین، یه کاربری داشتیم چند روز پیش توی نظرات آموزش فروشگاه توی دیجی کالا سوال پرسیده بود که من عطر میفروشم، میتونم این کارو انجام بدم توی دیجی کالا؟ بله شما میتونید این کارو انجام بدید، نه تنها میتونید این کارو انجام بدید بلکه سود خوبی هم میتونید داشته باشید. و اگر بیاید توی پیج اینستاگرام خودتون مطالب مرتبط با مثلا استفاده از عطر رو توضیح بدید، افراد خیلی زیادی به سمت شما جذب میشن. آخرین نکته هم بهتون بگم، به هیچ عنوان، این که دارم میگم به هیچ عنوان، به هیچ عنوان دور این یکی رو خط بکشید. دنبال خرید فالوور فیک یا فالوور واقعی اینستا نباشید، دورش خط بکشید. این که دارم میگم دورش خط بکشید، این اصلا سمتش هم نرید. این افرادی که برای شما میان فیک اضافه میکنن، فالوور میفرستن براتون، میگه آقا من 10,000 تا فالوور میفرستم 5,000 تومان، میگه آقا 5,000 تومان که چیزی نیست، من 10,000 تومان میدم. شاید برای ابتدای کار شما فکر کنید یک کلاس کاری براتون ایجاد کرده، اما شما نگران فالوورت نباش. شما اگه الان استارت بیزینس رو داری میزنی، میخوای افیلیت کار بکنی یا هر چیز دیگه میخوای کار بکنی، اوکی، با یه نفر فالوور هم کنم از سراغت استارت کارتو بزن، به کارت ادامه بده، هشتگاتو بزن، برو تو نظراتشون نظر بده، تعامل برقرار کن، مطالب مفید برقرار کن، تو مناسبت‌های مختلف یا ویدیو منتشر کن، توی لایف بذار برای مشتری، یا همه اینها رو برو انجام بده. مطمئن باش فالوور خودش سراغت میاد، نیازی به این که قرار باشه هزینه بکنی یه عده اسقر و غلام و محمد و فلان رو از همه کشورهای دنیا جمع کنن به عنوان فالوور تو صفحه تو اضافه بکنن و تو فکر کنی دیگه مثلا الان شاخ روزگاری، به فکر این نباشید، چون هیچ سودی برای شما نداره. همون افراد هم دائم ریزش میکنن و امروز اگر 50 نفر اضافه شد، فردا 100 نفر از پیج شما خارج خواهند شد. به هیچ عنوان به فکر این مسائل نباشید، چون شما دوباره پول هستید. اگه قراره بیاد یه پیجی بسازید که مثلا 500 نفر فالوور فیک داشته باشه، وقتی نتونی از اون 500 نفر یک قرون در بیاری، چه ارزشی میتونه داشته باشه؟ شما فقط کاری که انجام دادید، زحمت کشیدید، پول خودتون رو دادید به جیب یه نفر دیگه که فالوور فیک برای شما بفرسته و شما حال کنی، فکر کنی واقعا الان شاخ روزگار شدی، اما این اتفاق نمیفته. پس یادتون باشه اگر دنبال پول هستید، به هیچ عنوان دنبال این یکی که هم بهتون گفتم نرید، چون هیچ سودی برای شما نداره. این آموزش هم آموزش چهارم کسب درآمد آنلاین از طریق سیستم افیلیت مارکتینگ بود. من خودم هم کار کردم به همین شکل و هنوزم دارم کار میکنم. حالا اینکه من چرا اینو بهتون گفتم،
به خاطر اینکه دوستانی از من پرسیدن، گفتن آقا ما تو اینستاگرام خوب داریم کار میکنیم، ممکنه شما راه حل بدی؟ من تمامش رو به صورت یک ویدیو الان بهتون گفتم. زحمت بکشید اگر براتون امکان داشت، اگر نوت برداری کردید خب بهتر، اگر نوت برداری نکردید همین هایی که بهتون گفتم تو ذهن خودتون برگردونید استفاده بکنید و حتما استارت این بیزینس رو بزنید. ببینید نه تنها برای این آموزش افیلیت مارکتینگ، بلکه برای تمام بیزینس های مختلف هم اینستاگرام میتونه برای شما دامنه پولی خیلی خوبی رو ایجاد بکنه. همین امروز هم میتونید استفاده بکنید. تا روزی که اینستاگرام در ایران فیلتر نشده، شما میتونی از این رسانه تصویری به راحتی کسب درآمد داشته باشی. حالا کما اینکه اگر فیلتر هم بشه، راههایی برای ورود به اون باز دوباره ملت همیشه در صحنه پیدا میکنن، اما ما نباید راهمون رو از این مسئله گم کنیم. یعنی ما راهمون دقیقا همینه، استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای فروش بیشتر مهمترین هدفیه که باید دنبال بکنیم. برای همتون آرزوی موفقیت دارم، امیدوارم که از آموزش امروز استفاده کرده باشید. من آموزش 5، 6، 7، 8 هم مطمئنا خواهم داشت، به خاطر این به این دلیل آموزش رو متداول میکنم که دوستان دیگه بدونن چه سبک کاری رو استارت دارم میزنم و به چه سبک قرار پول در بیارن. یکی به یکی شبکه‌های اجتماعی رو بهشون میگم، توضیحات مرتبط به اونها رو هم میدم که اگر دوستانی هنوز هم به مشکل برخوردن یا نمیدونن چطور باید تبلیغ بکنن توی این شبکه‌ها، از طریق این آموزش بتونن انشالله استارت بیزینسیشون رو بزنن. حالا نه تنها برای affiliate.system.org بلکه برای هر سیستم دیگه ای. شما دنبال پولی با هر شکلی، با هر روشی، با هر متدی که تو ذهن وجود داشته باشه، شاید این اینستاگرام برای کسب و کار شما خیلی مفید میتونه باشه، خیلی بتونه مفید واقع بشه. در هر صورت بازم ممنونم از اینکه از من حمایت کردید، ویدیوها رو دارید پخش میکنید. من خیلی برام جالب بود از اینکه یه تعداد از دوستان هستن که ویدیوهای من رو توی سایر سایت ها دارن منتشر میکنن و خب خدا رو شکر میبینم که تو سایت هایی که داخل ایران ویدیوهای من رو دارن منتشر میکنن، ویدیوهای من بیشتر از یوتیوب ویو میخوره. یعنی مثلا همون روش کسب درآمد افیلیت مارکتینگ که بهتون آموزش دادم راجع به افیلیت سیستمه، توی سیستم یوتیوب بذارید با هم دیگه نگاه بکنیم، الان یه کاویو خورده، اما توی سیستم هایی که داخل ایران داره نمایش میده بالغ بر 60,000 بار اون ویدیو نمایش داده شده. من از همتون ممنونم از اینکه ویدیوها رو دارید منتشر میکنید، از اینکه باعث میشید هموطنانمون توی این بره از زمان به فکر حرکت باشن، به فکر یه بیزینس باشن، به فکر اینکه با دنیا ارتباط برقرار بکنن برای کسب درآمد هستن. ازتون سپاسگزارم و امیدوارم این روش رو همیشه انجام بدید و امیدوارم که همه به آرزوهاشون که توی وجودشون، تو قلبشون، تو ذهنشون هست انشالله برسن و با هدفهاشون بتونن زندگی خیلی خوبی رو بسازن. بازم از شما سپاسگزارم. لطفاً کانال من رو در یوتیوب حتما سابسکرایب کنید، ویدیوها رو حتما بعد از اینکه دیدید اگر خوشتون اومد، اگر پسندیدید، اگر دوست داشتید لایکشون بکنید، اگر پسندیدید دوباره و یا دوستانی هستن که شاید این ویدیو بتونه به دردشون بخوره حتما ویدیو رو براشون به اشتراک بذارید. هیچ محدودیتی برای این وجود نداره، هم در تلگرام، هم در واتساپ، هم در وایبر، هم در فیسبوک، هم در توییتر، هم در لینکدین، هر جا که فکر میکنید میتونید ویدیو رو به راحتی منتشر بکنید تا افراد زیادتری بتونن ویدیو رو ببینن و انشالله که به کارشون بیاد. ممنون از همتون که وقت گذاشتید. ویدیوی پنجم رو من سعی میکنم خیلی زودتر بگیرم، اما خب یه مقدارکی مشغله دارم اینجور این روزا، اما در هر صورت به محض اینکه ویدیو پنجم هم آماده بشه من از فیدبک نظرات شما استفاده میکنم و توی اون ویدیو حتما در مورد مواردی که شما میپرسید آموزش خواهم داد. برای همتون آرزوی شب و روز خوبی رو دارم. موفق و پیروز باشید. خدا یار و نگهدارتون.